با فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه نگار از فرانکفورت همراه هستیم که از امضا کنندگان همین نامه هم هستن. آقای سرکوهی، اصولا آنچه که خواسته نویسنده ها و روزنامه نگاران هست چه هست در مورد افرادی که حالا بازداشت شدن و خب اصولا به چه اتهامی و با چه بهانه‌ای بازداشت شدن؟ خب اولا اتهامی که به اینا زدن اقدام علیه امنیت ملی هستش و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی. حالا اعضای کمیته نویسندگان بکتاش آبین، کیوان واژن و رضا خندانم آبادی اتهامشون این هست در حکم دادگاه که مثلا در مراسم سالگرد شاملو در گورستان حضور داشتن یا مثلا سعی کردن که بولتن داخلی نویسندگان رو درباره 50 سال کانون منتشر کنن که عمومی هم منتشر نشده. این طبیعتا اینها نمیتونه اقدام علیه امنیت ملی باشه، و امنیت ملی تا این حد چکننده هست که واقعا مثلا یه عده جمع میشن در بزرگداشت شاملو، این اقدام علیه اون هم میشه و غیره و غیره. این اتهامات در واقع بهانه هست و تازه هم نیست، همیشه این اتهامات رو به کار میبرن. در مورد آقای صادقی بروجرنی، روزنامه‌نویسی هستش که در واقع کارهای تحقیقاتی میکرده، به اصطلاح مقالات جامعه شناسی مینوشته و هیچ گونه هم به اصطلاح اتهام واقعی رو نمیتونن متوجه بکنن. بنابراین ما در این نامه گفتیم که این اتهامات اولا واهی هست، دروغین هست و در واقع نشانه آن هستش که اینها فشارهای بیشتری رو برای نویسندگان و روزنامه‌نویسان اعمال می‌کنند و این فشارها در واقع عملاً بر مردم ایران داره اعمال میشه، برای که درست است که حق آزادی بیان رو وقتی از نویسنده و روزنامه‌نویس می‌گیرن و از رسانه‌ها می‌گیرن به اونا فشار بیاد، اما در واقع حق دانستن، حق آگاهی رو اینا از مردم سلب می‌کنن. وقتی که این کارا رو می‌کنن در واقع سانسور رو تشدید می‌کنن، خود سانسوری رو تشدید می‌کنن، مردم رو از دانستن محروم می‌کنن. و ما در این نامه خواستار اون شدیم که این مسئله به اصطلاح این نهادهای بین‌المللی مسئله رو در رسانه‌ها مطرح بکنن، در افکار عمومی مطرح بکنن و یک موجی را بیفته برای که این نویسندگان و روزنامه‌نویسان فوری آزاد بشن. اگر یه نگاهی بکنیم به تداوم سیاست سرکوب نویسندگان در جمهوری اسلامی، چه تأثیری داشته بر ادبیات و فضای فرهنگی؟ ببینین، در این 40 سال گذشته خب سانسور و خودسانسوری و همچنین حذف، کشتن، قتل‌هایی که موسوم به زنجیره‌ای، زندانی کردن، به تبعید فرستادن، همه شیوه‌های گوناگونی که حکومت‌های مختلف در طول تاریخ علیه آزادی بیان، علیه رسانه‌ها، علیه شعور، علیه فرهنگ، علیه حق دانستن مردم اعمال کردن، اینا اعمال کردن در جمهوری اسلامی و موفق نشدن که صداها رو خفه بکنن. کانون نویسندگان حضور داره، چون در تک تک نویسندگان حضور داره، به اصطلاح اون منشور کانون که مخالف هر نوع سانسور و خودسانسوری هستش، در تک تک، در هر که دست به قلم میبره حضور داره، در همه روزنامه‌نویسان حضور داره. برای که و به همین دلیل هم درسته که اینها کسان رو کشتن، به تبعید فرستادن، نمیدونم جلو بسیاری از کتاب‌ها رو گرفتن، بسیاری کتاب‌ها رو سانسور کردن، قمع کردن فرهنگ رو، اما اینطور نیست که اینها بتوانند فرهنگ رو خفه بکنن، چون فرهنگ هم مدام خودش رو بازتولید میکنه، نویسنده و روزنامه‌نویس مدام بازتولید میکنه. ما در نسل‌های ما میبینیم که مثلا نسل پیش از من و نسل من رو اینا سرکوب کردن با خشن‌ترین شیوه ها، از زندان و رو بودن و قتل و غیره، اما نسل‌های جوان آمدن، این نسل‌های جوان کار دارن ادامه میدن، چون که فرهنگ رو نمیشه به قتل رسون، فرهنگ رو نمیشه اعدام کرد. با این کارها البته اینا میتونن مانع مثلا این بشن که کتاب‌ها منتشر بشن، میتونن مانع به اصطلاح این بشوند جلسات داستانخونی رو محروم کردن، ادبیات معاصر از دانشگاه بیرون کردن، روزنامه‌نویسی ایران رو اون چیز رسمیش رو، مکتوبش رو به سطح نمیدونم آگهی نامه و نمیدونم بولتن داخلی تقلیل دادن، اما به رغم همه این و تأثیر هم گذاشتن البته، اما به رغم همه اینها هدف نهایی اینها که تحمیل یک فرهنگ تک صدایی حکومتی بر همه اذهان هست، این هدف شکست خورده، امکان پذیر نیست. هیچ حکومتی نتونسته تا کنون به خصوص در عصر ما فرهنگ تک صدایی خودش رو بر تمامی مردم تحمیل بکنه. همیشه به اصطلاح فرهنگ‌های گوناگون وجود داره، صداهای گوناگون وجود داره و این صداهای حذف شده باز هم به صدا در خواهند آمد و اینا موفق نخواهند شد. بسیار از شما و توضیحاتتون ممنونم. فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار که از فرانکفورت ما رو همراهی کردید.